سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط، با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست می کنید. امروز میخوام در مورد شگفتی هایی از خرما صحبت بکنم که باور کردنش سخته و من به عنوان یک طبیب وقتی بررسی کردم به تمام بیمارانم توصیه میکنم خرما بخورن، بجز بعضی از افراد که اونها منع مصرف خرما دارن. خدمت شما میگم، البته فکر نکنید دیابتی ها هستن، خیر، کسان دیگه هستن که خرما براشون مضره. در این ویدیو با من همراه باشید که بدونید با خرما چطوری میتونید مشکلات خودتون رو پیشگیری بکنید و درمان بکنید و اصلا چرا آمار بعضی از بیماری ها در بعضی از کشورها مثل کشور عربی اینقدر پایینه به خاطر مصرف زیاد خرما. با من همراه باشید با یک ویدیو جذاب و کاربردی با عشق تقدیم به شما. عزیزان، خرما سرشار از ویتامین های مختلف، املاح مختلف، آهن و آنتی اکسیدان هایی هست که این آنتی اکسیدان ها و این مواد دست به دست هم میدن که گویا سلامتی رو میخوان به ما هدیه بدن. واقعا خرما شگفت انگیزه. وقتی که بررسی کردن روی موش ها دیدن که موش هایی که در رژیم غذاییشون خرما قرار دادن، اینها هوش بیشتری پیدا کردن، اینها آلزایمر کمتر دچار شدن، مشکلات استراب و استرس موش ها کاهش پیدا کرد. و وقتی ما نگاه میکنیم به فرهنگ غنی خودمون، میبینیم که چقدر حکیمانه خرما رو در مراسم عزاداری میآوردن و الانم میارن و استفاده میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه خرما به دلیل ویتامین ها و موادی که داره یک داروی غمزدا هست و باعث میشه که جلوگیری میکنه از آسیب های شدید و شوک های شدید و کاهش تنش های فکری و مغزی. خرما عزیزان یکی از بهترین داروهای مغزه برای افسرده ها، فوق العاده عالی هست. برای کسانی که میخوان افسرده نشن هم بسیار عالی هست، به دلیل تقویتی که روی مغز انجام میده و موادی که داره. بنابراین خرما یک غمزدای اساسی هست. خرما برای کسانی که سردی و جمود فکری دارن، درونگرا هستن، بهترین دارو هست. عزیزان جالب بدونید خرما یک ماده‌ای به نام پانتوتونیک اسید داره که برای پوست خیلی مفیده، یعنی پوست رو درخشان میکنه، پوست رو استحکام میده و جلوگیری میکنه از افتادگی پوست. و کسانی که خرما مصرف میکنن دچار افتادگی و شلی پوست نمیشن. خرما عزیزان خواص بسیار زیادی داره. من دارم گلچینی از خواص خرما رو خدمت شما میگم که آشنا بشین وقتی خرما دستون میگیرید در واقع به چشم یک دارو بهش نگاه بکنید. دارویی که نه تنها عوارض نداره، بلکه فقط یک کار انجام نمیده، صدها کار تو بدن انجام میده. و واقعا حیفه که ما این ماده غذایی بسیار با ارزش رو ازش غفلت بکنیم و آگاه بهش نباشیم. وقتی شما با آگاهی یه ماده غذایی رو میخورید، اثرگذاری اون ماده غذایی دوچندان میشه. به خاطر همینه که این ویدیو خیلی کمک میکنه به اینکه شما ارزش این ماده غذایی رو بدونید، چون یک اثر تلقینی بعدی هم به این اثرات این ماده اضافه میشه. بنابراین این خواص رو در جریان باشید. و برای موی سر هم بسیار خوبه. خرما باعث پیشگیری از شکنندگی مو میشه و تقویت فولیکول های مو. عزیزان دیابتی ها راحت خرما بخورید، خرمای خشک. اولا خرما به دلیل فیبر فراوانی که داره در روده اجازه نمیده که سطح قند خون یه دفعه بره بالا، قند یه دفعه جذب بشه و آهسته جذب میشه. و دوم قند ترهالوز، قندهای طبیعی که من در ویدیوی مربوط به قندها گفتم خدمت شما میتونید ببینید، قندهای طبیعی اجازه نمیدند که قند گلوکوز و قندهایی که از طریق مواد قندی راستگرا و مضر وارد بدن شدن وارد کبد بشن و همین خاطر جلوگیری میکنه از کبد چرب. یعنی قند خرما یه قندیه که هم قند خون رو یه دفعه بالا نمیبره و تجمع انسولین رو ایجاد نمیکنه و هم اینکه مانع کبد چرب میشه. بنابراین خرما رو راحت مصرف کنن، روزی 3 دونه خرمای خشک بخورن دیابتی ها. خرمای خشک برای دیابتی ها قطعا خیلی بهتر هست با نوشیدنی هایی که میتونن مصرف کنن، با خصوصا دمنوش هایی مثل دارچین و چای ترش و اینها برای دیابتی ها هم بسیار خوبه.
اثر دیگه خرما عزیزان، خرما یکی از بهترین تقویت کننده های جنسی هست، اسپرم سازه، برای آقایون بسیار اثر خوبی داره، تقویت کننده قوای جنسی هست و میتونن استفاده بفرمان. خرما رو هر روز باید مصرف بکنن، حتما بعد از مصرف خرما یه لیوان آب مصرف بکنن. فیبر موجود در خرما عزیزان باعث لینت گوارش میشه و یک ماده ضد یبوست بسیار عالی هست و تحقیقات نشون داده، روی افرادم تست شده، شما خودتونم میتونید تجربه بفرمایید. وقتی روز 5 تا 6 تا خرما مصرف میکنید یبوست برطرف میشه. آبم حتما بعد از مصرف خرما آب مصرف کنید، این یکی از اون نکات مهم هست. و یبوست هم به معنی ام الامراض، مادر همه بیماری ها است. وقتی شما با مصرف خرما مادر بیماری ها رو خنثی بکنید، ببینید چقدر اثر داره در روی سلامتی. باکتری های مفید روده رو تکثیر میده، باعث بهبود عملکرد اونها میشه و اون باکتری های روده عزیزان ویتامین هایی رو تولید میکنن که اون ویتامین ها برای بهبود عملکرد مغز ما خیلی ضروری هست. ویتامین های گروه B و ویتامین K ویتامین هایی هست که در روده تولید میشن. حتی هورمون شادی، 90% سروتونین که یک هورمون شادی بخش هست، در روده تولید میشه. به خاطر همین وقتی روده بهتر کار میکنه، مغز اعصاب هم بهتر کار میکنه. خرما رو عزیزان برای روده اگر میخواین حتی برای درمان بواسیر هم استفاده بفرمایید، خرما رو ترکیب بکنید با روغن حیوانی. و بعضیا بلدن، از زمانهای قدیم ترکیباتی با خرما درست میکردن، خرما رو با روغن مخلوط میکردن، خرما رو با تخم مرغ میپختن، با خرما معجونهای مختلفی درست میکردن که اینها همش حکیمانه و جالب هست. و برای درمان بواسیر خرما با روغن زرد یکی از نسخه‌های بسیار عالی و مجرب هست. عزیزانی که مشکلات معده دارن بدونن که برای گوارش و برای معده خرما باعث تقویت معده میشه و تقویت هاضمه میشه و سردی معده رو اصطلاحاً برطرف میکنه، چون متابولیسم افزایش میده، چون گرمی بخشه و یک ماده مقوی پر انرژی هم هست. و کسانی که بوی بد دهان دارن مصرف خرما داشته باشن، بوی بد دهانشون هم از بین خواهد رفت. خرما عزیزان برای زایمان فوق‌العاده عالی هست. حتما قبل از زایمان به خانم‌ها خرما بدید، اصلا خرما رو ببرید داخل زایشگاه و خرما استفاده بکنن تا جایی که میتونن بخورن. باعث تسهیل زایمان میشه، باعث باز شدن دهانه رحم میشه، کمک میکنه به زایمان بهتر. و بلافاصله بعد از زایمان اولین چیزی که باز مادر میخوره خرما باشه که دچار ضعف و سستی نشه و انرژی خودشو بازیابی بکنه به دلیل اون مواد مؤثری که در خرما وجود داره. بنابراین خرما رو من توصیه میکنم همه داشته باشن در زایشگاه ها و خانم ها استفاده بکنن موقع زایمان. عزیزان خرما سه نوع آنتی اکسیدان فوق العاده داره که این آنتی اکسیدان ها تو بدن قوقا میکنن، فلاونوئید ها، کارتینوئید ها و اسید فنولیک که آنتی اکسیدان بسیار قوی، اثرات ضد سرطانی فوق العاده ای دارن. این آنتی اکسیدان ها رادیکال های آزاد رو خنثی میکنن، استرس های اکسیداتیو رو خنثی میکنن و مانع از رشد سلول های سرطانی میشن، پیشگیری از سرطان رو انجام میدن. به خاطر همین میزان آمار سرطان در کشورهای عربی از همه کشورها پایین تره، به دلیل مصرف فراوان خرما هست، با وجود اینکه تغذیه خیلی مناسبی هم من دیدم که ندارن. این آنتی اکسیدان هایی که در خرما هست عزیزان برای قلب هم بسیار خوبه و مانع تشکیل پلاک ها در عروق میشه و حتی عروق رو پاکسازی میکنه و پلاک هایی که ایجاد شده رو از بین میبره به دلیل این آنتی اکسیدان هایی که درش وجود داره. عزیزان خرما رو برای تقویت استخوان ها و مفاصل خودتون اگه خواستین استفاده بکنید، روش های متعددی برای آماده سازی مواد هست و معجون های مختلف در چنل تلگرام دکتر جاوید ما قرار میدیم اونجا، چون ویدیو طولانی میشه و میتونید تشریف ببرید و عضو بشید و اونجا ببینید در اون چنل.
و فقط خلاصه بگم خدمت شما، خرما رو اگر شما برای استخوان‌ها بخواید استفاده بکنید، بهترین حالت مصرف کلسیم، ویتامین دی و فسفر هست. کنار هم قرار بگیرن برای استخوان‌ها خیلی خوبه. مثلا شما شب‌ها یه عدد کشک محلی، دو عدد گردو و 3 عدد خرما استفاده بکنید، خصوصا افراد بالای 50 سال. تا آخر عمر اینها پوکی استخوان نخواهند گرفت و ایمن میشن به همین سادگی. بنابراین منی که طبیب هستم، من بایستی کمک بکنم به شما که شما بیمار نشید. پیشگیری از بیماری ها خیلی اولویت داره و خیلی ارزشمندتر از درمان هست. بنابراین اگه دوست دارین که این مطالب به افراد بیشتری برسه، کامنت بدید. یوتیوب همین رو به افراد بیشتری نشون میده. لطف میکنید کامنت های پرمهرتون رو میفرستید برای ما و اسم شهراتون هم بنویسین، خیلی خوشحال میشن. تیم ما انرژی میگیرن از ژاپن، استرالیا، آمریکا، کشورهای مختلف، شهرهای مختلف دارن در واقع میبینن این برنامه رو. خیلی ممنونم از کامنت های پرمهرتون. عزیزان، سوالاتی که دارین در کانال تلگرامی ما، در سایت دکتر گرین لایف حتی میتونید برید، مشاورین ما رایگان در خدمت شما هستن، میتونید تشریف برین سوال بپرسید، سوالایی که دارین. و برای پوست هم خیلی سوال پرسیده بودن که کرمی هست که ما استفاده بکنیم. اینها خانم دکتر فرشته اسفیدانی و تیمشون چند سال کار کردن روی کرمی که این کرم خیلی جواب داد، به عنوان یک کرم بوتاکس عمل میکنه و منم دیدم خیلی اثرات خوبی داره، برای منم هدیه فرستادن و این میتونید استفاده بکنید تو سایت دکتر گرین لایف که سایت بین المللی هست و محصولات ارگانیک رو به سر تا سر جهان میفرسته، کشورهای مختلف میتونید سفارش بدید و استفاده بفرمایید. زمینه که در جریان باشید، این کرم و هر کرم آرایشی که تقویت پوست شما رو بخواد انجام بده از نظر بنده 30%، 70% از درون بایستی شما تغذیه بکنید پوستتون رو و مسائلی که مربوط به شادابی پوست هست رو. خانم دکتر فرشته یک پکیج آموزشی هم برای شما آماده کردن که به همراه این کرم تقدیم شما میشه در سایت دکتر گرین لایف، میتونید استفاده بفرمایید. عزیزان، ما در شرایطی زندگی میکنیم که مصرف مواد غذایی سردی بخش زیاد شده، مثل برنج سفید، لبنیات، گوشت سفید، مرغ، ماکارونی و آرد سفید. اینها سردی بخش هستند و روی بدن ما اثرات سردی ایجاد میکنن. الان هم خیلی از بیماری ها منشأ سردی دارن از نگاه طب سینوی. و یعنی چی؟ یعنی متابولیسم در بدن کم شده، یعنی بدن های یخی دارن، سردن، دست و پاشون سرده، حتی تو فصل گرم هم دست و پای یخی دارن، تو سنین بالا بیشتر شایع هست. بیماری های مفصلی، روماتیسم، بیماری های مثل MS، بیماری های گوارشی، حتی بیماری های مثل کمردرد، پادرد، اسپاسم ها، بیماری های مثل آلزایمر، افسردگی و بیماری های بسیار زیادی که کمخونی ها، اینها منشأ سردی دارن و خرما در این شرایط بسیار بسیار کمک میکنه به اینکه ما این بیماری ها رو پیشگیری و درمان بکنیم. چرا؟ چون خرما وقتی میخورید متابولیسم افزایش پیدا میکنه، سوخت و ساز افزایش پیدا میکنه، بدن گرم میشه و اجازه نمیده این بیماری ها در بدن زمینش فراهم بشه و برای درمان هم بسیار موثره. زمینه که چاقی هایی که در اثر متابولیسم ناقص در بدن ایجاد میشه، این رو هم خنثا میکنه. ما به خیلی از عزیزانی که چاقی های موضعی دارن یا سفید پوستن و استعداد چاقی دارن به ما مراجعه میکنن، میگم خرما بخورید. خرما مانع چاق شدن های افراطی هست و تنظیم متابولیسم رو انجام میده. خب عزیزان، با این همه خواصی که برای خرما گفتیم، حالا چقدر باید خرما مصرف بکنیم؟ به چه میزان؟ خرما عزیزان هر روز باید استفاده بشه به عنوان یک ماده غذایی روزانه و لازم برای بدن، ماده حیاتی. روزی 3 عدد برای خانم هایی که کم خونی دارن، ضعیفن، روزی 5 عدد هر شب بایستی مصرف بکنن و تا آخر عمر مصرف بکنن و نباید ترک بشه. در خانه ای که خرما تو اون خونه نباشه، حتما کم خونی خواهد بود، هم حتما افسردگی خواهد بود، حتما بیماری های سردی بخش متابولیسمی خواهد بود. خرما رو ترک نکنید، خصوصا برای افراد بالای 50 سال هر روز خرما استفاده کنن.
چه زمانی بهترین اثر رو داره. به عنوان مثال، کسانی که میخوان از خرما به عنوان یک داروی ضد انگل استفاده بکنن باید صبح ناشتا بخورن. کسانی که میخوان تقویت حافظه داشته باشن و تقویت مغز بایستی شبها مصرف بکنن. کسانی که میخوان برای پوکی استخوانشون پیشگیری بکنن و درمان پوکی استخوان بکنن و استخونهای خودشون رو قوی بکنن، اینها بایستی خرما رو بعد از غذا صبح و شب مصرف بفرمایند. و کسانی که میخوان چاق بشن با خرما، خرما رو ریز بکنن بریزن داخل برنج. و کسانی که میخوان با مصرف خرما لاغر بشن، اونها بایستی بعد از غذا مصرف بکنن. خرمای بعد از غذاهای سرد مزاج باعث میشه که متابولیسم رو افزایش میده و هورمون اجازه نمیده شما چاق بشین. این برخلاف اون جریانی که تا حالا شنیدید، غذاهایی که کالری زیاد داره باعث چاقی میشه. خیر عزیزان، خرما یکی از اون اثراتش تنظیم وزنه. با نحوه استفاده، نحوه استفادهتون رو تغییر بدید، خرما چاق کننده است. شما این خرما رو با خیار مصرف بکنید، روزی 5 تا خرما با 5 تا خیار، یک چاق کننده بسیار خوبه. رطوبت و گرما، رطوبت از سمت خیار، گرما از سمت خرما، در بدن چاقی ایجاد میکنه. و اگر کسی بخواد لاغر بشه، بایستی بعد از وعده های غذایی که غذاهای سردی بخش مثل سیب زمینی، ماکارونی مثل برنج سفید مصرف میکنه، گوشت سفید خصوصا ماهی استفاده میکنه، بعدش حتما خرما بخوره که متابولیسم رو تنظیم بکنه و اجازه نده چاق بشه. عزیزان، بعضی افراد نباید خرما بخورن. کسانی که پرخونن، کسانی که غلظت خون دارن، که یک سری نشانه هایی داره، میتونید ویدیوی غلظت خون ما رو ببینید. کسانی که غلظت خون دارن، دموی هستن، استرا هم بهاری مزاجن، دموی مزاجن و صورت های سرخی دارن، گلگونن و مصرف انرژیشون هم پایینه، یعنی ورزش نمی کنن، نمی سوزونن اصطلاحاً این انرژی رو، اینها خرما که بخورن غلبه دم ایجاد میشه براشون و غلبه پرخونی، اینها منع مصرف خرما دارن. فقط این افراد هستن و تمام گروه ها، تمام سنین مجاز به مصرف خرما میباشن. حتی دیابتی های عزیز که بهتر خرما خوش مصرف بکنن. ممنون از همراهی شما عزیزان. امیدوارم زندگیاتون پر از انرژی و شادی و نشاط باشه. خدا نگهدار.